شما رو نگه داشته واسه یه آخر دیگه. چجوری بفهم دختر کردن تو تمام نبود حالا برمیدن؟ یعنی چجوری بفهم یه دختر کردن تو آبنمک؟ متاسفانه نمیتونی بفهمی، به خاطر اینکه تمام کسایی که تو رابطن وقتی توشی نمیفهمی، یعنی بابات هم بیاد بهت بگه که آقا یا داره استفاده میکنه ازت، نمیفهمی و متاسفانه نمیفهمی، یعنی راهی نداری بفهمی، باید همیشه در حال خطر باشی دیگه. فکر کنی ببین، من خودم مثلا دختری که داشتم بعدم فهمیدم فقط به خاطر منفعت با من بوده، هی خط میندازن. مثلا میگم وسط در شبه میگی که من ترجیح میدم الان بشیم خونه با هم دیگه یه فیلم نگاه کنیم و تلویزیون بخوابیم، اون میگه نه بریم رستوران. بعد دو دفعه سه دفعه که اتفاق بیفته تو میفهمی که یارو رستوران براش مهمه نه خوشحالی تو. یا مثلا میاد میگه که شب فلانجا برنامه است، بعد تو میگی من حوصله ندارم بیام، بعد میگه اوکی من بدون تو برم. اگه طرف بدون تو بره یعنی با تو حال نمیکنه، با چیزا که از تو میاد داره حال میکنه. ولی وقتی تو رابطه ای نمیفهمی اینا رو، وقتی دخترین کار میکنه میگی چقدر مهربونه، حاضر شد به خاطر بدون من بلنش بره مهمونی به من گیر نداد، چون تو سعی میکنی همه چی خوب کنی واسه خودت و واسه همین نمیتونی بفهمی. من با یه دوست دختر داشتم 7 سال باش دوست بودم، هر کی که ما رو میدید میگفت این انه. خب یعنی شده بود مردم من زنگ زدن پای تلفن که آقا دیوانه ای، این آدم آشغال، تو چرا واسه این با این آدم هستی؟ اینجوری به من گفته بود دوست صمیمی خود دختره. بعد من بازم میگفتم نه اینا حسودی میکنن که حرفا رو میزنن، یعنی بازم میگفتم نه. بعد که با دختره تموم کردم یه وقت نشسته بودم، یکی دیگه دوستان داشت، مثلا 6 تا پسر بودیم، یکی دیگه دوستان داشت من میگفت گفت آقا میدونی دختره چه خوب شد با دختر دیگه نیستی، کاملا دیوانه بود، کاملا آدم آشغالی بود، محسودش رو بهم میگفت خیلی پسر خوبیه. بعد من یه خورده خب باور نکردم حرف محسود رو، گفتم که نمیشه که دیگه اینجوری داره اینجوری داره میگه، مثلا داره از آشغال تیم آدم رو زمین ما داره حرف میزنه. بهم برخورد یه خورده، یهو بلند گفتم بچه‌ها محسود میگه فلانی آشغال بود، دیوانه و مثلا پتیارو بچ بود، راست میگه. هنوز جمعه تماشا رو یه 6 تا پسر با هم گفتن آره خدا بس دیگه. یعنی ببین تمام دوستای من میفهمیدن، همه دور برم هم میفهمیدن، مامانم خواهرم، ولی باز تو نمیفهمی، چون اون میاد بغلت میکنه بادمجونتو میگیره میذاره دهنش کنه لپش، میگه عزیزم من دوستت دارم، تو میگی راست میگه دیگه، میدونی هی گولت میزنه. واسه همین واقعا راهی نداری اگه دامش بیفتی به دهن سرویس تو، اینکه واقعا یه جوری فرار کنی ازش. پسرها هم حواسشون باشه دامن. آره پسرها هم فکر من دخترها خیلی مهربونن، پسر دخترها همه مثلا او دست دادی به فلانم دیگه من هر روز به تو فکر میکنم، دخترها اصلا اینطوری نیستن. بعد من خودم خیلی اسکول بودم، یعنی نمیفهمیدم. بعد یه بار مامانم میفهمید که من گاوم، خب میفهمید که من نمیفهمم دخترها چقدر پتیارن. یه روز من گفت سهیل جون از من زن بهتر تو دنیا هست تو دنیای تو؟ گفتم نه. گفت بهترین خانم دنیا کیه؟ گفتم تو. گفت من جندم. دیگه وقتی مامانت اینجوری بهت میگه میخواد یه بهت یاد بده دیگه، این سعی ندارم کنه تو بگی که مامانم جنده است، داره سعی میکنه تو بگه که آقا همه دخترها پرتقال فروشن بفهم. و وقتی اینو بتونی بفهمی که بفهمی مامان خود جنوادی که همه نگاه میکنی منو جیجیه، اینو که تونی حذف کنی بعد میتونی بفهمی که آقا دوست دخترت هم کثیفه یا نه. ولی تا وقتی که فکر کنی مامان خانومه و اون دختره بد بود و این یکی خوبه، همه میکنن تو پاچت. موسیقی